سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه‌شنبه 24 خرداد ماه ایرانی برابر با 14 ماه جون 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب برگرفته از مطبوعات چاپ تهران و در واقع کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات چاپ تهران. همزمان قطعا نگاهی کوتاه خواهم داشت به آخرین و تازه ترین رویدادها حول مسائل ایران، منطقه و جهان. خب مهمترین مطلبی که بر صدر تمامی روزنامه‌های چاپ تهران جای داشت و از قضا در تمامی رسانه‌های صوتی، نوشتاری، دیجیتالی همه و همه به چشم می‌آمد، همانا برکناری‌ها در دولت آقای رئیسی و آغاز عزل‌ها و ریزش‌ها و کنار نهادن‌ها و استیضاح‌ها و برکنار کردن‌ها و استعفا دادن‌ها در کابینه آقای رئیسی است که با حجت الله عبدالملکی وزیر کار کلید خورده. در ساعات گذشته البته اشاره شده بود که ایشون برکنار شده توسط سرات نیوز، یکی از نهادهای خبری تمام امنیتی. گزارش شده بود که آقای رئیسی از ایشون خواست که ایشون کنارگیری کنن، نکردن و عملا برکنار شدن. هرچند روزنامه ها به گونه پوشش این رویداد پرداختن که گویا ایشون خودش کناره گیری کرد. حتی من در بامداد امروز سه‌شنبه می‌دیدم که به نحوی از آنها برخی از یاران و دوستداران آقای عبدالملکی، حجت الله عبدالملکی، تلاش داشتن اساساً این کنارگیری یا برکنار نهادن رو کتمان کنن، در حالی که دیدم صدا و سیما خبر داده بود که آقای زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شده. خب در این رابطه مشخص همون گونه که الان شما میبینید روزنامه‌های نزدیک به طیف اصلاحات با نگاهی ناقدانه تر و با نگاهی تشکیک گراتر به ماجرا نگاه میکردن. مثلا ترمیم کابینه از شایعه تا واقعیت، وزیر کار استعفای خود رو تکذیب کرد. همین چیزی که من گفتم. حالا من میخوام برگردم به اظهارات آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت. ایشون به گونه دیگری صحبت کرد، سعی کرد به نحوی از آنها تفقد کنه از آقای عبدالملکی. در هر روی روزنامه آرمان در یک گزارشی که عملاً عملکرد یک ساله مردان دولت 13 رو بررسی می‌کرد، از این دوگانه‌گویی‌ها به این نتیجه می‌رسید که پشت پرده برکناری‌ها یا کنار نهادن‌ها ناشی از نوعی نارضایتی در کابینه ابراهیم رئیسی است. جالب اینجا بود که اتفاقاً می‌دیدم خود آقای رئیسی وقتی در هیئت دولت صحبت می‌کرد بسیار آشفته، پریشان هستش و امکان اینکه حتی مدیریت بر خودش بکنه رو هم من درشون نمیدیدم. یک نگاهی کوتاهی به چند روزنامه با این موضوع میندازیم، بعد میرم واکنش مقامات دولتی رو در رابطه با این برکناری تازه داشته باشیم. اول اشاره کنم که حجت الله عبدالملکی تنها کسی نبوده که به تعبیری برکنار شده. خود آقای رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت هم گویی یا کارت زرد گرفته. خب اینها جزو ناتوانترین وزرایی بودن که البته نمیتونم، من اصلا یه جوری دیگه میخوام بگم، حالا اون نکته رو نمیخوام از دست بدم، لزوماً ناتوانترین ها اینها نبودن. بستری که اینها در اون کار میکنن، یعنی چون با عدد و رقم و پلن سر و کار داره، زود خودشو نشون میده. مثل خاندوزی وزیر اقتصاد، اقتصاد وقتی که به بحران بخورد نمیتوان با شعار درمانی و وعده درمانی کتمان حقیقت کرد، با شعارهای پوپولیزم و مردم فریب به نحوی مرهم گذاشت. در حوزه رفاه و تعاون و کار همین بحث آمار شاخصه های آماری سخن میگوید و بدین روی حجت عبدالملکی، در حوزه صنعت معدن و تجارت آقای فاطمی امین و در حوزه اقتصاد آقای خاندوزی، سه تا وزارتخونه ای هست که مستقیم با برونداد و با تبلور عینی آمار با زندگی مردم مرتبط هست. هرگاه با بیداری صبحگاهی افزایش قیمت رؤیت شود، آمار تورم نقطه ای ارائه شود، مشخصا ناکامیابی کارنامه این مدیران
بیشتر از سایرین به چشم می آید. شاید وزیر فرهنگ و ارشاد هم اصلا درک درستی از فرهنگ عظیم و عزیز ایرانی نداشته باشد، اما نظر به اینکه 4 دهه از جمهوری اسلامی دست به قتل عام فرهنگی زده و یکسانسازی فرهنگی کرده، گویا نوعی عادی انگاری شده در جامعه ایران که مثلا تئاتر نباشد و خیلی از چیزهای هنری اصلا شده مثلا به سلام فرمانده تقلیل پیدا کند. جامعه رو به لحاظ فرهنگی به این سمت بردن. نظر به اینکه نیاز مستقیم جسمی آدمیان در یک جامعه نیست، اون بخش از وزرا ناکارآمدی هاشون به چشم نمی آید یا دیرتر به چشم خواهد آمد. و بدین روی میخوام اشاره کنم که لزوماً از ناکارآمدی این 3 وزیر نیست که این قوقا و بحران پدیدار شده. این 3 حوزه هست که رابطه مستقیم با تأمین و رفع نیاز و حوائج آدمیان در جامعه دارد و بدین روی چون ناکارآمدی اینها با حوزه‌ای که در اون کار میکردن تلاقی پیدا کرده زودتر از موعد، اینها قربانی شدن. بایستی منتظر چه بسا وزیر بهداشت و درمان هم باشیم، حالا هرچند در حوزه بهداشت و درمان اساساً حتی اون طیف اصولگرایانی یا اون طیف جمعکرانیش هم بخواد مدیریت کنه، نظر به اینکه سامانه و زیر ساخت حوزه درمانی و پزشکی در جامعه ایرانی تا حدودی به نسبت سایر دیگر کشورها از یک بنیه تاریخی برخوردار هست، اون بخش هم شاید کمتر خودش نشون بده. علی حال رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت نیز گویا نتونست به پرسش نمایندگان مجلس درباره علت ضعف این وزارتخانه در کنترل قیمت‌ها و ناتوانی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن پاسخ قانع کننده بدهد و نخستین کارت زرد مجلس عملا به این وزیر دولت رئیسی اعطا شد. عبدالملکی خب همونگونه که اشاره کردم امروز سه‌شنبه در چند توییت حتی خطاب به رئیسی نوشته بود که به منظور افزایش هماهنگی در دولت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کناره‌گیری می‌کند. ساعتی بعد سخنگوی دولت رسما اعلام کرد که رئیس جمهور با استعفای عبدالملکی موافقت کرده است. گویا همه چی آماده بوده که فقط خبری بشود. حالا ما ببینیم اتفاقا دیدگاه‌های آقای سخنگوی دولت رو ببینیم چه میگوید در این رابطه. به نحوی از آنها سعی داشت که از ایشون به تعبیری تفقد و دلجویی هم بکند. گفته که مثلا کماکان ایشون پست دارد، مشاور آقای رئیس است. روز گذشته جناب آقای دکتر عبدالملکی وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای دومین مرتبه استعفای خودشون رو تقدیم رئیس جمهور محترم کردن. پیش از این هم جناب آقای دکتر عبدالملکی استعفای رو تقدیم رئیس جمهور کرده بودن، اما روز گذشته استعفای ایشون مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گرفت با هدف تقویت همکاری‌های در اون بخشی دولت و ارتقای خدمت رسانی به مردم در این حوزه. ایشون استعفاشون رو تقدیم رئیس جمهور کردن. ما برای ایشون آرزوی موفقیت بکنیم. از تلاش‌های مجاهدانشون در دوره تصدیشون در وزارت کار که انصافاً با تلاش جهادی و شبانه روزی هم ایشون و همکاران عزیزشون زحمت کشیدن در این وزارتخونه تشکر و تقدیر می‌کنیم. البته آقای دکتر عبدالملکی به همکاریشون با دولت ادامه خواهند داشت و از دولت جدا نخواهند شد. ایشون به عنوان مشاور رئیس جمهور از امروز در این عنوان جدید همکاریشون رو با دولت ادامه خواهند داد و از ظرفیت و توان ایشون بهره برداری خواهد شد. آقای دکتر محمد هادی زاهدی وفا، استاد شناخته شده علم اقتصاد که از اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور هستند و فارغ التحصیل یکی از دانشگاه‌های معتبر جهانی هم در رشته اقتصاد هستند، از امروز به عنوان سرپرست جدید این وزارتخونه منصوب شدن. آقای دکتر زاهدی وفا، جالب توجه این بود که وزیر کار در حالی خبر استعفای خود را منتشر کرد که بهزاد مهرکش دستیار رسانه‌ای او پیشتر در واکنش به گمانه‌ها درباره برکناری وزیر کار نوشته بود مثل همیشه دروغ است. قبلا با دستبند سبز دروغ میگفتند، الان با ریش بلند. که به جریان جنبش سبزی هم اینجا انتقاد سنگین میکرد و اونها رو فتنه میدانست.
گروه‌های همسوی اصولگرای کنونی رو به تعبیری از خط نفاق می‌انگاشت. خب بیشین شما بینندگان عزیز آگاهی دارید که عبدالملکی پیش از این در چند مورد اظهارات غیر مترقبه و غیر کارشناسی مطرح کرد، مثل اینکه از جمله گفته بود که با 1,000,000 تومان می‌شود شغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه هنوز هم میتوان با 1,000,000 تومان شغلی رو ایجاد کرد. ایشان بود که پیشنهاد میکرد تحت عنوان انقلاب اقتصادی 1400 تغییر کاربری زمینهای کشاورزی آزاد شود و در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده بود که چند جوان ایرانی موفق شده اند یک لامبورگینی ایرانی تولید کنند. میدونید که اصلا افزایش قیمت دلار هیچ ربطی به تحریم نداشت، میدونستین؟ هیچ ربطی به تحریم نداشت، فقط به خبر تحریم ها، چون هیچ تحریم اتفاق نیفتاده هنوز، به خبر تحریم ها 4 برابر ارزش پول ملی ما کم شد. حالا که کم شد، نسبت به عراق کم شده، نسبت به روسیه کم شده، نسبت به ترکیه کم شده، نسبت به هند کم شده. آقا چه مسخره بازیه، چه کار حماقت آمیزی که ما داریم میکنیم. ما 10-15 تا کشور داریم که شرکای تجاری اصلیمون هستن. میتونستیم پیمان دوجانبه پولی با اینا ببندیم، بعد آمریکا اینقدر ما رو تحریم دلار بکنه که خفه بشه، به قول احمدی‌نژاد تحریم دونش پاره بشه. خب دیگه به هر روی کابینه آقای رئیسی کماکان کابینه احمدی نژادی است. ایشون هم معتقد بود که جوان 13 ساله دانش آموز در آشپزخانه انرژی هسته‌ای یا بمب هسته‌ای تولید می‌کند. البته بمب نگفته بود، انرژی هسته‌ای گفته بود. اینم که آقای عبدالملکی که بیان می‌کنه که چند جوان ایرانی لامبورگینی تولید کردن. اتفاقا امروز گزارشی رو می‌دیدم که در صدا و سیما ببینیم بد نیست، با آمدن آقای مادارو در تهران اینها مدعی شدن که یک کشتی قولپیکر اقیانوس پیمای 250 تنی رو افتتاح کردن، رونمایی کردن و به آب انداختن و تقدیم آقای به تعبیری مادارو کردن. گزارش کوتاهی از این رو ببینیم که چقدر شباهت دارد با اون شعارهای مستعان، با هم میبینیم. امروز سازندگان خوشحالند، چرا که آبهای بین المللی مهمانی از جنس دانش ایرانی خواهد داشت. افراماکس 2، شناوری که توان انتقال 113 هزار تن نفت خام را دارد، در سفر رئیس جمهور ونزوئلا به ایران تحویل این کشور شد. کشتی اقیانوس پیما قابلیت حمل مواد نفتی تا 113 هزار تن معادل 800 هزار بشکه را دارد. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنیم با چند مطلب دیگر. آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه متوجه بسیاری از روزنامه‌ها بوده، گویی یا انتقاد کرد به سفر رافائل گروسی به کشور اسرائیل و ایشون گفت که عملاً به گونه‌ای صحبت کرد که گویی ایشان رو به مسابقه رئیس سازمان جهانی انرژی اتمی قبول نداد. گفت اگر می‌خواهد به ایران بیاید صرفاً می‌تواند به عنوان یک توریست بیاید، که روزنامه کیهان به همین موضوع پرداخته بود و اشاره کرده بود. آقای خطیب‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود به دفاع از سپاه پاسداران پرداخت و سپاه رو کابوس دشمنان میدانست. اتفاقا بد نیست این گوشه از اظهارات ایشون رو هم ببینیم. سپاه غیور پاسداران اسلامی ایران کابوس یاغیان، متجاوزان، تروریست ها و قانونگریزان بر همزنندگان نزد منطقه‌ای، آغاز کنندگان جنگ در این منطقه، متجاوزین به کشورهای این منطقه باشه، خب باعث افتخار جمهوری اسلامی ایران هست و سپاه سرافراز ایران به عنوان تأمین کننده ثبات و امنیت در این منطقه قطعا مورد حقد و کینه و مورد بدخواهی این گونه کشورها و این کنشگران قانونگریز و یاغی قرار میگیره. البته اینها سند افتخار هست، ما فکر میکنیم اینها بیش از این که معنای واقعی داشته باشه یک عملیات روانی هست و اتفاقا عملیات روانی از جنس بسیار زرد اون، برای اینکه نشون میده تا چه حدی در حوزه واقعی اینها ناتوان هستند، تا چه حد اقداماتشون بی اثر هست که میان چنین کارزارهای ضد اطلاعاتی رو. حسب گزارش منابع خبری، سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه مراودات ایران و آژانس و ایران و مدیر کل در چارچوب فنی ادامه دارد، گفت که مدیر کل آژانس میتواند به ایران بیاید اما فقط به عنوان یک توریست، که طعنه بود به
اظهار نظرهای اخیر مدیر کل آژانس در پنهانکاری‌های اورانیوم و ذرات اورانیوم غنی شده در سه سایت موشکی. آقای خطیب‌زاده گفت که قطعنامه صادره علیه ایران در شورای حکام آژانس یک اقدام سیاسی طراحی شده بود و این قطعنامه در مسیری که بین ایران و آژانس تعریف شده بود خلل ایجاد کرد. همینطور آقای خطیب‌زاده وزیر خارجه ایران گفت که تمامی دوربین‌های پادمانی آژانس سر جایش هست. اقدامات ایران طبق جز به جز مطابق تعهدات ایران در پادمان هست. آنچه ایران متوقف کرده برخی اقدامات داوطلبانه است. آنچه جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعهدات داوطلبانه و برجامی خود انجام داد در پاسخ به اقدامات طرف مقابل بوده است. سالهاست که برجام برای جمهوری اسلامی ایران کار نکرده، یعنی توافق منافع اقتصادی برای مردم ایران نداشته است. این در حالی است که در تازه ترین گزارش ها می دیدیم که آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا واکنش های جمهوری اسلامی رو برای احیای برجام خطرناک می دانست و گفت کار رو دشوارتر و سختتر می کند. آنتونی بلینکن گفت که اقدامات جمهوری اسلامی در واکنش به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسائل موجود و بازگشت به توافق رو بسیار سخت کرد. بلینکن که در نشست خبری مشترکی با وزیر خارجه کره جنوبی در واشنگتن حضور یافته بود، بار دیگر تأکید کرد که اکنون به ایران بستگی دارد که آیا خواستار از سرگیری برجام هست یا خیر و باید در این باره تصمیم بگیرد. ایشان با اشاره به مذاکرات طولانی با ایران گفت که واشنگتن مسئله بازگشت به توافق هسته‌ای رو کاملا بررسی کرده و از جمله با شرکای اروپایی خود، اتحادیه اروپا و چین و روسیه همکاری بسیار کرده تا بلکه امکان این امر فراهم شود. وزیر خارجه امریکا اظهار داشت که اکنون دیگر کاملا به ایران بستگی دارد که تصمیم بگیرد آیا میخواهد این توافق از سر گرفته شود یا خیر، چرا که بیشتر راه طی شده است. این در حالی است که میبینم روزنامه آرمان در گزارش اصلی خود آقای خطیب‌زاده را بر صدر صفحه نشانده و به نقل از ایشان گفته که برجام قابل دسترس است اگر آمریکا به تعهداتش عمل کنه. در هر روی هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توپ رو در میدان یکدیگر میاندازند، اما پارامترهایی که به تعبیری نشان میدهد جمهوری اسلامی عملا به تعویق این موضوع میکوشد در راستای امتیازخواهی بیشتر، کماکان برای کارشناسان و روزنامه‌نگاران امری مبرهن هستش. به طور مشخص شرط خروج نام نهاد نظامیان سپاه از فهرست گروه های تروریستی از جمله موانعی است که شاهد آنیم که برجام رو به در واقع ایستایی رسانده و کشانده. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. روزنامه آفتاب یزد امروز یک گزارشی داشت تحت عنوان شوخی رئیس که به اظهارات رئیس دومای روسیه اشاره میکرد که گویا مدعی شده که یک گروه هشت جدیدی، مثلا ما تو دنیای سازمانهای همکاری کشورهای جی 7 داریم، مثلا گروه های 7 داریم، روسیه رئیس دوماش گفته که یک گروه 8 جدید در راه هست، اون هم با همکاری روسیه و جمهوری اسلامی و هند و چین و محتملا امارات اسلامی طالبان افغانستان، و که خود آفتابی از اون رو بیشتر شبیه شوخی دانست. البته دوما در روسیه عمدتاً اظهار مواضعشون بیشتر شبیه شوخی هست تا واقعا جدی، که از این موضوع من هم عبور میکنم. سختی های رام کردن دلار سرکش از جمله موضوعاتی بود که میبینم روزنامه ابتکار اون رو منتشر کرده. تمامی روزنامه ها از سرکشی و به تعبیری افزایش نرخ دلار نوشته بودن، جز کیهان و وطن امروز که به نحوی از آنها تلاش داشتن به خاطر اینکه 1000 تومان دلار قیمتش پایین اومده، اون هم با سیاست تازه بانک مرکزی که گویی یا عرضه ارز رو به بازار تزریق کرده بیشتر کرد. به لحاظ روانی 1000 تومانی پایین اومد و اینها معتقدن که مثلا گرانی ارز مهار شدنی است، در حالی که من در برنامه‌های شب‌های گذشتم اشاره کردم که لزوماً چنین نخواهد بود و تا موانع موجود از جلوی ساختارهای اقتصادی کشور رفع نشود قطعاً نه دلار میتواند به قیمت واقعی خودش متنزل شود یا به تعبیری برسد، نه گردش اشتغالی خواهد بود، نه اقتصادی خواهد بود. همه و همه
تشدید بحران اقتصادی است که روزنامه اقتصاد پویا اون رو اشاره کرده و همه روزنامه ها هم بر این مبنا نظر دارن که تا اینکه جمهوری اسلامی رفتاری عادی در سامانه سیاسی اتخاذ نکند، تا نگاه نظامیان و مردان جمهوری اسلامی معطوف به تأمین سعادت جمعی در جامعه نباشد، تا نگاه آنها تا روی کردشان برای اعتلای جامعه ایرانی نباشد، قطعا در پی این ستیز جویی ها و ستیز خویی هایی که پیشه می کنند با مسائل بین المللی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، طبیعتا تاوان این حجم جدال های مداخله جویانه مردان جمهوری اسلامی در فرای مرزهای ایران رو، این حجم رنج رو صرفا شهروندان ایرانی بایستی تحمل کنند که دستاورد مستقیم مدیریت جمهوری اسلامی یا مدیریت فقهی است. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقاله و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.